نوبهار منم لوانت هنوز صداتو فراموش نکردم چرا اومدین اینجا؟ بلند کجاست؟ بزرگ شده تو اتاق خودش میمونه میتونم ببینمش؟ فکر نمی کنم الان خیلی وقت مناسبی باشه بلند تو نمیگم صورتتون رو میگم ملاقات رو در رو باید حتما با یه قرار ملاقاتی که از قبل تعیین شده صورت بگیره نه این وقت شب و تو زمان و مکان نامناسب چرا اینجایی؟ بهتره این صحبت ها رو بذاریم برای روز و ساعتی که قبلا تعیین شده پس بگین کی بیام دیدنتون هیچ شماره تلفنی نیست که من بتونم باها تماس بگیرم و هیچ وقتم نبود ولی تو با تماس با هتل میتونی با من در ارتباط باشی اگه خودتو معرفی کنی میتونیم برای یه روز و یه زمان مشخص با هم قرار بذاریم شب بخیر خب دیگه هر دومون باید بریم سر کارمون ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز تو داری با هم بازی میکنی؟ تو خونه جانسوینه چی کار میکنی؟ کار میکنم مگه بعد سه طبقه بالاتر دارم کار میکنم تو باز داری یه کارایی میکنی بالاخره گنده اینم در میاد آرومتر حرف بزن آدم خوابیده تو این خونه عمامو بیدار میکنی ببین چی میگم درسته که من هیچی بهت نمیگم و باهات جا میام ولی امیر اینطوری نیست اگه از من نمیترسی از اون بترس اگه من همه چیو به بقیه بگم امیر میاد تو رو نجات میده والا تو اصلا هیچی سرت نمیشه من واقعا نمیدونم تو چجوری اون دروغا رو گفتی نکنه مامان زهرا هر چیزی که باید میگفتی و بهت یاد میداده ببین اسم مامانمو نیار وگرنه من میدونم گوش کن ببین فریحا دخترم تو هنوز نرفتی دانشگاه؟ آه بابا رضا تقصیر منه من به حرف گرفتمش عزیزم ما دیگه مثل عروس و خواهر شوهر نیستیم مثل دوتا خواهریم مگه نه؟ عزیزم بایدم مثل دوتا خواهر باشیم مگه اعضای یه خانواده مثل پنج تا انگشت یه دست به هم نزدیک نیستن؟ همه تون باید قدر هم دیگه رو بدونین فهمیدین؟ بله بابا جون همینطوره اگه بتونم بدون بیدار کردن هاجر خانم وسایلمو بردارم میرم دانشگاه ببین
من کنار امیرم. عکس دوتامون اینجا تو روزنامه چاپ شده، عکس دوتاییم. خوشحالم که به آرزوت رسیدی. اگه آقا اونال خبرنگارا رو زود نمیفرستاد، اون وقت بحث امیر با اون دوست خانوادگی تو هم ممکن بود تو روزنامه ها چاپ بشه. جاسو خواهش میکنم اول صبحی گیر نده. باید از این روزنامه ها تشکر کنی. اگه من امروز اینقدر سر حال نبودم به این راحتی ها، به خاطر اینکه اون کارو برای فریها جور کرده بودی نمیبخشیدمت. ولی میبینم که فریها زودتر اقدام کرده و بهت یه درس حسابی داده. به نظرت خانواده این دوستتون در مقابل این عشق چه عکس العملی نشون میده؟ راستی مواظب باش که بعدن تو دردسر نیفتی. صبحتون بخیر. جانسو من دارم میرم بیرون. سلام خانم. چرا اجازه دادین سهر تو خونتون کار کنه؟ اون زن داداش منه. من از این موضوع خیلی ناراحتم. شما ناراحت نیستی؟ تنها چیزی که منو ناراحت میکنه تویی. من که باهاتون کاری ندارم. من که کار بدی در حقتون نکردم. تو حتی نمیدونی با من چی کار کردی. من دارم بهتون هشدار میدم. سحر آدم خطرناکیه. اون زن از خونتون بندازین بیرون، اون دزده. تنها دزدی که من میشناسم تویی. چی؟ یعنی چی؟ من به تو خوبی کرده بودم. من تو رو تو اون هتل بردم. من تو رو تو اون قایق بردم. شما کاری کردین که امیر فکر کنه بین من اون چیزی هست. واقعا همچین چیزی رو باور داری؟ یا اینکه فقط میخواستین تلافی کنی؟ بعد از اون اتفاقی که بینتون افتاد چطور میتونین اینو بگین؟ دیگه هیچ وقت چیزی که بین من و اون بود و به زبون نیار. سلام. بیا عزیزم، میخوای برای چیزی آماده کنم؟ چای، قهوه؟ ببین نونم درست کردم. نه نه میل ندارم، ممنون. من مادم باهات صحبت کنم. باشه، بگوشم. اون تو خونه از امیر صحبت میکنه؟ آره، هر روز هم صحبت میکنه. هرچند که دیگه امیر نمیخوادش، اونم حرصش رو سر ما خالی میکنه. با اون کلثوم همش میرن تو اتاق تو صبح پچ پچ میکنن. خیلی به نفعت میشه اگه به اون پچ پچا گوش بدی. خب راجب من چیزی میگه؟ مگه میشه نگه؟ به شدت به تو حسودیش میشه. میدونی همه مشکل اون تویی. حتی وقتی فهمید من اینجا کار میکنم دیوونه شد. خیلی از تو میترسه. همه کار و زندگیش تو شدی. آخه خب اونم میدونه که در حد تو نیست. وقتی اون پسر با تو، خیلی بهت حسودی میکنه. حسودی میکنه؟ چیزی هم میگه؟ یعنی در مورد ما چی میگه؟ خب اونم میدونه که شما همدیگر رو میبینین. مثل اینکه تو تشییع جنازه پدرت هم اونو دیده. هی با خودش حرف میزنه. یعنی یه ترسی تو دلش افتاده. بهش بگو دیگه کار از کار گذشته. من همچین چیزی نمیتونم بهش بگم، پدرمو در میاره. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو حسی بهش داری؟ منظورم اون پسر است. سحر فکر کنم نمیدونی داری با کی صحبت میکنی. تو تا وقتی اینجا هستی که به درد من بخوری. وقتی به دردم نخوریم دیگه نیستی. و خیلی خوب میشه اگه از من چیزی نپرسی. خب دیگه خسته نباشی. دختره ایک میری
بهتونشون میدم کی به درد کی میخوره. سرم خیلی درد میکنه. آره زیاده روی کردی. چیه نکنه به خاطر دیشب هنوزم ناراحتی. تو هیچ وقت منو جدی نمیگیری. هم با توه جدی نمیگیرم ات. اگه جدی میگرفتم ات که پیشت نمیومدم. تمام شبو داشتی به من نگاه میکردی، خیلی جوری خودتو گرفتی که پیش من نیای. اون وقت چرا باید جدی بگیرمت؟ کورای تو نمیتونی از من جدا بشی. تو تویی و من منم. آها، من که فراموشش کردم. یه موضوع کوچیک بود، تمام شد و رفت. اگه مشکلت اینه که بچه های دانشگاه نمیدونن، میتونیم از همینجا داد بزنیم و به همشون بگیم ما ماهاست که با همین. میخوای؟ آره تو تویی و من منم و من از تو جدا شدم. میفهمی؟ من ازت جدا شدم. کورایی به خودت بیا. هنده تو منو از دست دادی، میشنوی؟ تو منو از دست دادی. باشه بهت نشون میدم. الو نهیر، خوش میگذره؟ آقا رضا، مگه شما سر کار نرفته بودین؟ اول نمازمو میخونم بعدش میرم. خدا قبول کنه، منم شب خوبی نداشتم، نتونستم بخوابم، برای همین تازه از خواب بیدار شدم. صبح خیر. هاجر خانم، الان دیگه زور شده، اون وقت شما هنوز لباس خواب تنتونه؟ شما که میدونین من تو خونه اینطوری راحت ترم. پس من برم دیگه. آقا رضا خدافظ. باشه داداش برو. به سلامت داداش. بده من، بده. هاجر خانم، لباس خوابتونو تازه خریدین، تا حالا اینو تنتون ندیده بودم. سحر جونم برام خریده، اگه خوشتون اومده میخوای برای تو هم یکی میخریم. وقتی خانم خونه تو خونه نیست اینجور لباس پوشیدن زشته، ما این چیزا رو دوست نداریم. تو هم پاشو برو لباستو عوض کن. خیلی ببخشید، ولی شما برای چی اومدین اینجا؟ من مجبور نیستم برای اومدن به خونه برادرم به تو حساب پس بدم. من میخواستم برم بازار، اومدم ببینم چیزی کم و کسر نیست. خدا ازتون راضی باشه، شما نگاه کنین ببینین چی کم و کسره. منم برم لباسمو عوض کنم. شرم و حیام خوب چیزیه. سلام. روزنامه رو دیدی؟ نه. چیزی شده؟ ببین شیطون، خیلی خوشگل افتادی. همینطوره. ممنونم. چیزه، اولین باری که عکسم جایی چاپ شده، واسه همین یه کمی هیجان زده شدم. امیر کجاست؟ امیر با فریهاست.
دارن روی پروژه کار میکنن. الانم تو اتاق انجمنن. ولی بگو برای درس کدوم استاد؟ یعنی با همان؟ الانه که قش کنه. دارن روی پروژه کار میکنن. استاد لوند اونا رو یه گروه کرده. نتونستی رازش کنی؟ نه باهاش صحبت نکردم. چرا؟ چون میدونم که هیچ فایده ای نداره. آره خب تو اونو بهتر از من میشناسی. تو چطور اینو باور میکنی؟ زنی که به تو این حرفو زده خودش باهاش رابطه داشته. تو با چشمای خودت دیدی. حرفای اون زن اصلا برام مهم نیست. حتی این که اون مرد میخواست بدهیتونو بده یا این که اومده اینجا برام مهم نیست. تو با اون مردی که صحبت میکنی اون تو را میشناسه. خیلی خوبم تو را میشناسه. چون اون به حرفم گوش میده. من بدون هیچ ترسی باهاش حرف میزنم. اگه دروغ نمیگفتی احتیاجم بهش پیدا نمیکردی. درسته که مثل اون نمیتونم صحبت کنم، ولی فکر میکنی مثل اون نمیتونستم به حرفات گوش بدم؟ اگه من دروغ نمیگفتم تو هیچ وقت سعی میکردی که درکم کنی. اعتقاد تو به فاصله طبقاتی و اختلاف فرهنگی اجازه میداد که بتونیم فاصله بینمونو از بین ببری؟ فریها شروع نکن. گفته بودی برو اون پایین و مثل اون آدم ها زندگی کن، ببینم میتونی یا نه. بگو ببینم با همه اینا اجازه میدادی که فاصله بینمونو از بین ببرم؟ بازم من مقصر شدم فریها، به خاطر اینکه هیچی نمیدونستم. بازم من مقصرم. من تو رو مقصر نمیدونم، فقط دارم ازت میپرسم تازه چرا بهت بر میخوره. اگه جوابی داری چرا اینطوری رفتار میکنی؟ تو حتی نمیشنوی که من چی دارم بهت میگم. من از بچگی پول داره رو میشناسم، میدونم چجور آدمایی هم، ولی تو از فقیرها چیزی نمیدونی. قبول کن که نمیدونی، حقم داری ندونی. من تو رو مقصر نمیدونم، ولی از این که فکر کنی میتونی در مورد هر کسی قضاوت کنی. تو به من این فرصت رو دادی؟ فرصتی که به اون دادی رو به من دادی؟ میدونی؟ در واقع این تویی که به اختلاف طبقاتی اعتقاد داری، واسه همینم ترسیدی و به منم هیچی نگفتی فریها. اوف، تو فقط میخوای عصبانیت تو سر یکی خالی کنی. من رفتم. شب موقعی خونه رفتن میخوام برم یه سر به سنم بزنم. تو برنامه ای نداری؟ نه منم میام. ممنون. میتونیم یه کمی در مورد شب افتتاحی حرف بزنی؟ وای الان خیلی هیجان زده شدم. ایکلر پسر خوبی به نظر میاد. خیلی خوشم اومد که با دوست پسرت آشنا شده. مامان چه دوست پسری؟ نگاش کن، تو که با پدرش هم آشنا شدی. اون به خاطر یه چیز دیگه بود. به خاطر چی بود؟ ول کن دیگه مامان، یه موضوعی بود که تموم شد و رفت. بس کنین. این دفعه رو شانس آوردی، چون نمیخوام بدونم به خاطر چی رفتی پیش پدرش، ولی در مورد موضوع ایکلر جدیم. میتونه دوست خوبی برات باشه. چه زن بی ادبی، میبینی خجالتم نمیکشه. اگه میدونستم که زهرا میخواد بره، فکر میکنی میرفتم سرایدار بشم که اون وقت زن غریبه بیاد خونه برادرم اینطور رفتاره زشت انجام بده و ما هم از دنیا بی خبر باشیم؟ آبجی مگه مدیر آپارتمان بهت مهلت نداده بود که یه ماه امتحانی کار کنی؟ وای گل پیدان عجب فکره بکری. میرم میگم ما نمیتونیم اینجا بمونیم، اینطوری تو خونه داداشم برگردیم. دارین خونه رو تخلیه میکنین؟ بله میخوام برگردم بلژیک. دیگه اینجا دلیلی برای موندن ندارم. حدس میزدم که بخواین بریم. راستش چیز تازه‌ای برای صحبت کردن نیست. تنها وارث پدرتون شما هستین. ولی یه چیز دیگه هم هست که پدرتون خواسته بود بهتون یادآوری کنم. میدونم خواسته بود که بدهی ها رو پرداخت کنم. آدرسش اینجا نوشته شده.
خوش اومدی. ممنون. سحر اینو بگیر و کاری کن که فریها ببینتش. وای خیلی خوشگل افتادی ها. میدونی جانسو خیلی به هم دیگه میاین. ممنونم. خیلی خوب، اصلا نگران نباش. پس حالا که زهرا رفته اتاقارم عوض کردین؟ آره. فریها دخترم، تو کجا درس میخونی؟ تو پذیرایی امه. آره خدیجه خانم، نپرسین، منم خیالم اینطوری راحت نیست، ولی هر کاری میکنم فریها راضی نمیشه، همش میگه امه هاجر شما راحت باشین. چقدر خودشو تحویل میگیره. به نظر میاد شما اینجا موندگار شدین، ولی ما همه چیزا رو به هم میزنیم. کار آپارتمان برای ما خیلی سنگینی، واسه همین برمیگردیم خونه داداشم. جدی؟ کلسوم وای امه، خیلی خوشحال شدم. امه جون عزیزم، فکر میکنی امه شما رو تنها میذاره؟ هاجر خانم، حالا که میخواین کمک کنین پاشین بریم امشب و خونه ما بمونیم. بیا بریم دخترم. حالا که قراره به شما کمک کنم، بهتره امشب و پیش شما بمونم. ممنون عمه جون. ممنون ممنون. تو عمه تو داری؟ غم نداری، فکر کردی من اینجا برگی چه گندرم؟ خب دیگه، شب همه تون بخیر. شب بخیر عمی، منتظریم. در رو ببند دخترم، در رو ببند. منم برم ملافه های رخت خوابه مامانم اینا رو عوض کنم. چیزی از تو اتاق نمیخوای؟ نه نه، من همینجا جام خوبه. بابا منم اینطوری خیالم راحت نیست. گفتم که من جام خوبه. تازه چون من کمردرد دارم کاناپه برای کمرم بهتره پسرم. ولی بابا وقتی همه بیاد دیگه لازم نیست. فریها، گفتم که من همینجا جام خوبه. باشه بابا. طبقه بالایی ها عکسشون تو روزنامه هست. کی؟ جانسو با اون هم دانشگاهی فریها. حتما میخواد روزنامه رو بخونه، برم بهش بدم. سلام، اونال صرف اغلو هستم. خوشبختم، صوفی حسن هستم. صوفی حسن؟ من شما رو میشناسم. نه منم شما رو نمیشناسم، ولی اومدم اینجا مشکلی رو حل کنم که فکر میکنم به شما مربوط میشه. بفرمایید. موضوع پرداخت یه بدهیه.
برین برین، نذارین بچه‌تون که بی مادر شده یه وقتی تنها بمونه. بهتون نشون میدم، فقط صبر کنین و تماشا کنین. خیلی خوشحالم که این موضوع بالاخره تموم شد. نمیخواین هیچی از من بپرسین؟ باور کنین هویتتون و اینکه چرا به اون بیچاره ها کمک کردین اصلا برا مهم نیست. روز بخیر. بابا فقط یک کار دیگه مونده. باشه مامان، باشه، تو نگران نباش. عمر رو از طرف من ببوس. باشه مامان. خب مواظب خودتون باشی. مامانم صحبت کردم. منم صبح صحبت کردم. فریها عزیزم ببین چی میگم. الان دایی و مامانم رفتن پیش مدیر آپارتمان. مثل اینکه جلیقه مامانم تو خونه شما جا مونده. تو جیبشم کلید طبقه بالاست. میشه تا اساسمون عصبانی نشدن بیای و کلیدو به من بدی؟ همین بنفشه رو میگی؟ آها باشه، پیداش کردم. باشه الان میارمش. ممنون عزیزم. کلیدای ما کجاست؟ ای بابا، آقا رضا ببین، چند بار سرایدار رو صدا کردم اصلا جواب نمیده. بعد از مدت‌ها یه کاری داریم اونم که هیچ کس نیست به دادمون برسه. سلام. در خونه‌شون هم بازه. آپارتمان رو خالی گذاشتن و رفتن. خیلی بی‌مسئولیتن. من از بچگی پولدارا رو میشناسم. میدونم چجوریان. ولی امیر تو از فقیرها چیزی نمیدونی. قبول کن که نمیدونی. تو نمیدونی از این پایین بالا چجوری به نظر میاد. نمیدونی.
باشه، من تو رو مقصر نمیدونم، ولی اینکه از جایی که هستی فکر میکنی میتونی از من چیزی بفهمی؟ ادامه سریال در وبسایت مووی باز.